بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. تبریک عرض میکنم عید سعید و بزرگ مبعث را به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی و به همه آزادگان عالم. عید مبعث، عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. یه جمله مطلبی راجع به بعثت عرض میکنم امروز، یه جمله کوتاهی هم راجع به مسائل انقلاب عرض خواهم کرد. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین ترین مسئولیت عالم وجود بر دوش های پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی رو او برانگیخته می کنه و او به راه می اندازه و حرکت می ده به سمت راهی نو به نیکبختی بشر، راهی رو در مقابل پای انسان قرار میده. معنای بعثت اینه. همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی، که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید
فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست. لکن توحید به یک معنای مهمی است که این به معنای حاکمیت الهی است. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه، هم در عالم تکوین همه حوادث وجود لا حول ولا قوة الا بالله، و هم در عالم تشریع همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه‌ای هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. اینو جزو اهداف مهم بعثت پیغمبران که لیقوم الناس بالقسط، حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. البته در اینجا مورد بحث غالبا پیامبران بزرگ الهی هستند. پیامبران دیگری هم بودند که به معنای مبلغ این حقایق گسیل می شدن به نقاط مختلف عالم. خب این هدف ها ملاحظه می کنید، هدف های بسیار بزرگی است. این هدف ها چجور به دست میاد؟ هدف های دشواری است این هدف ها. این طبعا اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک هدف. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. یعنی این مناسبات اجتماعی رو یک انسان منزوی نصیحت کننده فقط که مردم رو نصیحت میکنه که نمیتونه به وجود بیاره. قدرت لازمه، قدرت سیاسی لازمه. بنابراین بعثت‌ها همراه هستند، هم با یک قدرت سیاسی بزرگ و هم با یک برنامه ریزی وسیع برای تحقق این اهداف. خب در این نظام پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه که یک نظام سیاسی به وجود بیاد. حالا اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار رو بکنه و کدام توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است. لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف رو با تشکیل برنامه ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری این اهداف رو تحقق ببخشد. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چیزی که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه که میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و منذرین
و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه. ليحكم یعنی ليحكم کتاب، اون کتاب حکم کند بین مردم که اون چرا که باید انجام بدن، حاکم اوست در همه تنظیم های اجتماعی. این در سوره بقره است. در سوره آل عمران وليحكم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، انجیل حاکم است، یعنی دستور و حکمرانی از انجیل گرفته میشه برای اهل انجیل. و همچنین در پیغمبران دیگر، در عرض کنم که آیات و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون و اولئک هم الظالمون و اولئک هم الفاسقون که در آیات قرآن هست، در همه اینها اون چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامه های حکمرانی از او گرفته می شود، این عبارت است از کتاب الهی که به وسیله پیغمبر نازل شده است. این اصول و اساس در اوز همه برنامه های بشری در چارچوب این اصول بایستی گذاشته بشه. خب این دستور و حکمرانی است، لکن این دستور و حکمرانی رو کی عمل بکنه؟ بدون وجود یک مدیریت، یک فرماندهی که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازمه. این مدیریت و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم همه پیغمبران را، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، اینها مدیران و فرماندهانی هستند که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود، اینها موظفند که این رو اجرا کنند و این رو تحقق ببخشند. البته این فرماندهی، این راهبری و فرماندهی یک جور نیست. در بعضی از موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر متکفل و متعهد این فرماندهی است، مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، پیغمبر معظم اسلام. اینا خودشون در رأس حکومت قرار گرفتن و اجرای امور رو خودشون متکفل شدن. گاهی اینجوری است، گاهی هم در مواردی پیغمبر حاکمی رو معین میکند به امر الهی، مثل اون ازورم که پیغمبری که در قرآن در سوره بقره است، این هم که از قالوا لنبی اللهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، که مردم که زیر فشار بودن، مشکلات داشتن، به پیغمبر مراجعه کردن که او براشون یک حکمرانی رو انتخاب بکنه و او هم حکمران رو انتخاب کرد. قال ان الله فان قال ان الله بعث لكم طالوت ملکا، طالوت شد فرمانده. بنابراین پیغمبر راهبر است و فرمانده اصلی است، گرداننده اصلی است، لکن اجرای کار به دست یک کسی دیگری است غیر از اون پیغمبر، که در این مثال طالوت و امثال اون هم قطعا در تاریخ نبوت ها کم نیست، زیاد هست. یک وقت دیگر هم اینجور است که نه، پیغمبر کسی را معین نمی کنه، لکن خود او دارای موقعیتی است در دستگاه حکومت که امر او نافذه، مثل حضرت یوسف، که حضرت یوسف هم در دستگاه اون حکومت، که اون حکومت هم به تدریج گرایش به دین حضرت یوسف پیدا کرد، در اون حکومت امرش نافذ بود و کارها رو انجام میداد، در حالی که حاکم مطلق هم نبود. این هم این. بنابراین این وضع بعثت به طور خلاصه اینجوری است. پس بعثت به معنای برانگیختگی پیغمبر است. این برانگیختگی با ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی به پیغمبر نازل می شود و با این همراهه، و این
مفاد این حکمرانی رو پیغمبر خدا رسول الهی اون رو اعمال میکنه و اجرا میکنه و راهبری میکنه به شکلهای مختلفی که عرض کردیم. شاید شکلهای دیگری هم وجود داشته باشه که ما در قرآن از او البته اثری ندیدیم، اما ممکنه وجود داشته باشه، ما همه حوادث تاریخ رو که مطلع نیستیم. خب بنابراین دین با این نگاه گسترده چیه؟ دین با این نگاه وقتی که نگاه میکنیم عبارت است از مدیر مجموعه زندگی انسان، یعنی برنامه جامع، نه برنامه شخصی و برنامه های صرفا عبادی و فردی انسان که بعضی خیال میکنن دین متکفل برنامه های فردی است، مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره از حوزه دین خارجه. نه، این نگاه نشان میده که دین جامعه است، جامعیت داره. و طبعا این دین با این نگاه مورد دشمنی هم قرار میگیره. در همه زمان ها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کردن، حالا یا به این صورت که سعی کنن فرو بکاهند این منطقه عظیم و قلمرو عظیم رو به مسائل شخصی، یا به این صورت، یا اینکه علنا در مقابل دین بایستن که فرمود به کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، که این سوره فرقان است، هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین، گناهکاران، اشرار عالم داشته. در سوره انعام هم به کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، این هم در سوره انعام. یعنی بنابراین وقتی که بعثت نبی اتفاق میفته و نبی مبعوث میشود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح میشه، مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگران زندگی بشر طبعا با او مخالفت میکنن، غارتگرا با او مخالفت میکنن، ظلمه با او مخالفت میکنن، چون این ضد ظلم است، ضد غارت ثروتهای بشری است، ضد تسلط ناحق بر آحاد بشر است. اینهایی که اشرار عالم محسوب میشن طبعا در مقابل پیغمبر میایستن. شما امروز هم مشاهده میکنید در عرض کنم که تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده میشه. اسلام سیاسی همینی است که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده، یعنی همین چیزی که حالا بعد اشاره هم خواهم کرد به حرکت عظیمی که امام بزرگوار ما انجام دادن و دنبال آماج حملات اونها اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، غیره به وجود بیاره و یک هویت دینی و اسلامی رو برای یک ملت ایجاد بکنه. این اون چیزی است که در مورد دین. بنابراین تعریف قرآن از دین یه چنین چیزی است. این رو نمی‌شود فروکاست به کارهای کوچک، به یک اعمال عبادی صرف و محض. این حالا در مورد بعثت. بنابراین بعثت یک حرکت عظیمی است که برنامه جامع و نجات بخش بشر رو در اختیار انسانها میگذاره و اونها رو آماده میکنه برای یک حرکت بزرگ. البته اینجور نیست که برانگیختگی پیغمبر و راهبری او مردم رو از تحرک در این میدان برکنار کنه. اینجور نیست. همونطور که عرض کردیم برانگیختگی پیغمبر به برانگیختگی
انسانها منتهی میشه و جامعه رو برانگیخته میکنه، انسانها حرکت میکنند. لذات که امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه معروف و طرفیهم رسوله لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول، دفینه های دانش و خرد رو در وجود انسان زنده میکنن، به حرکت در میارن، فطرت خفته اونها رو بیدار میکنن و اونها رو به حرکت در میارن. و پیغمبر اسلام باز در یک خطبه دیگر نهج البلاغه درباره پیغمبر میفرماید که طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه، هم مرهم داره هم سابق محل زخم ها رو وقتی که با مرهم خوب نمیشد یک میله داغی رو روی زخم میگذاشتن و زخم به این وسیله خوب میشد. اینو بهش میگن در لغت عرب به این میله یه داغ میکرد طبیب و میگذاشت روی زخم، بهش میگن میسم با سین، یا موسم یا میسم با سین. این رو میفرماید که قد احکم مراهمه، پیغمبر اسلام هم مرهمها رو آماده کرد، فراهم کرد، و احما مواسمه، هم اون تیر میله های لازم رو فراهم کرد که یزع و حیث و یحتاج و حیث و شا، اونجا اون روها رو هر جا لازم هست، هر جا مفید هست مرهم، هر جا لازم هست اون. این حدودی که میبینید در اسلام هست، حدود و مجازات ها و اینا، این همون میله های گداخته است که روی زخم میگذارن که زخم رو خوب کن. این در مورد مسائل مربوط به بعثت. و اما راجع به مسائل انقلاب، انقلاب عظیم اسلامی در ایران مضمون بعثت رو در دوره معاصر تجدید کرد. یعنی خداوند متعال به امام بزرگوار ما این توفیق رو داد که خط مستمر بعثت نبوی رو در این دوران با ابتکار خود، با شجاعت خود، با اندیشه بلند خود، با فداکاری خود پررنگ کنه و نمایان کنه. همون خط بعثت هست که خب در طول زمان کمرنگ بود، امام بزرگوار توانست اون رو پررنگ کنه و جامعیت اسلام رو در عمل نشان بده و نشان بده که اسلام یک دین جامع است و شامل همه زندگی انسانه. این رو برجسته کرد امام بزرگوار. ابعاد اجتماعی و سیاسی دین رو که به فراموشی سپرده شده بود، این رو احیا کرد و بیاد آورد. و یذکروهم منسی نعمته، مصداق این جمله قرار داد. خب این انقلاب به پیروی از بعثت، بعثت نبوی، بر ضد ظلم بود، بر ضد استبداد بود و بر ضد استکبار بود، طرفدار مظلومان بود، از هر آیینی، از هر دینی، مظلومان به معنای حقیقی کلمه، طرفدار محرومان بود، طرفدار مستضعفان بود، از هر ملتی و با هر دین و مسلک. و در همه حال همین انقلاب عموم بشریت رو به صراط مستقیم اسلام دعوت کرد و این حرکت اساسی انقلاب اینه. خب وقتی که این انقلاب تشکیل شد و نظامی رو بر این اساس به وجود آورد که نظام جمهوری اسلامی است، همون حادثه‌ای که برای پیغمبران پیش می آمد تکرار شد. یعنی اشرار عالم در مقابل این انقلاب صف کشیدن، همچنانی که در مقابل
پیغمبران صف میکشیدن که جعلنا لکل نبی جعلنا عدوا من المجرمین، مجرمین عالم و اشرار عالم، مستکبرین عالم در مقابل انقلاب صف کشیدند و مشغول مقابلشان. این البته خلاف انتظار ما هم نبود، ما از اول هم توقع نداشتیم که اینها با انقلاب سازگاری نشان بدن، از اول معلوم بود که چنین اتفاقی میفته. هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، معلوم بود که با انقلابی با این خصوصیات امثال آمریکا و قدرت‌های استکباری و شوروی اون روز مقابله میکنن و میایستن و همینجور هم شد. خب این مقابله قطعاً وجود داره، منتها اونها در این قضیه مقابله و معارضه با جمهوری اسلامی هم مثل همه جا تحریف و دروغگویی رو رایج کردن، گفتن جمهوری اسلامی با همه دنیا سر ناسازگاری و سر ستیزگری داره. این درست نیست، این خلاف. ما از قرآن یاد گرفتیم که کسانی که دشمنی نمی کنن با نظام اسلامی با اونها خوشرفتاری کنیم. لا ینهاکم، در سوره ممتحن است، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این کفاری که با شما سر ستیزه ندارند، سر جنگ ندارند، دشمنی با شما نمی کنند، عملا شما با اینها نیکی کنید، با اینها هم عمل به قسط و عدل بکنید. ان الله یحب المقسطین، این آیه قرآن. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم ان تولوهم. این بنابراین آیه قرآن این رو میگه. اینجور نیستش که ما با اینی که میگن جمهوری اسلامی سر ستیزه با همه دارن، نه خیر، ما کسانی که با ما دشمنی نمی کنن، از هر دینی از هر مذهبی با اینا مشکلی نداریم، به اینا نیکوکاری هم می کنیم. تأکید اسلام مقابله با دشمنانه، کسانی که دشمنی می کنن، نه کسانی که دینشون با شما یکی نیست. در داخل کشور یه گروهی از این روشنفکر نماها سالها پیش، البته که گاهی اخیراً هم گاهی تکرار میشه، عنوان دگراندیش رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار دادن. من در یه سخنرانی گفتم ما دگراندیش برای اون مسئله نیست، اندیشه شما دیگر، خب دیگر باشه، چه اشکال داره، ما با اندیشه شما کاری نداریم. دشمنی نباید بکن. قرآن روی دشمن و دشمنی کردن تکیه میکنه. اینی که در سوره ممتحنه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، دوستی با اونها نکنید، اونها رو همراه خودتون و هم پیمان خودتون نگیرید، کسانی که دشمن من و دشمن شما هستن، هم دشمن خدا هم دشمن جامعه اسلامی هن. یا اون آیه معروف و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل که در سوره انفال هست، این بعد دارد ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. این قوت ایجاد کردن، اقتدار ایجاد کردن، سلاح تولید کردن و خود رو قدرتمند کردن برای این برای این است که ترهبون بهی عدو الله، دشمن رو بترسانید. این نیست که بحث غیر دشمن نیست. بنابراین تکیه اسلام بر مواجهه با دشمن فعال است. خب حالا این دشمنان رو ما از اول انقلاب آزمودیم و تجربه کردیم. از روز اول انقلاب با اینکه خب خیلی گذشت‌ها جمهوری اسلامی کرد نسبت به بیگانگان و دیگران، توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی شروع شد از همون اوائل، بیش از همه آمریکا، بعد هم دیگران، تو الان هم ادامه داره. دو عنصر مهم برای مواجهه با این دشمنی لازمه، دو عنصر مهم که بنده همیشه توصیه کردم، باز هم توصیه میکنم، برای مواجهه با این
دشمنی ها در آحاد مردم دو خصوصیت لازمه، یکی عبارت است از بصیرت و دومی عبارت است از صبر و استقامت، که این دوتا عنصر اگر چنانچه وجود داشت دشمن هیچ کاری نمیتوانه بکنه، هیچ لطمه ای نمیتوانه بزنه، هیچ توفیقی در مواجهه با مقابله با نظام اسلامی به دست نمیاره دشمن. بصیرت و صبر، این همون است که امیرالمومنین فرمود که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. این در خطبه نجم البلاغه است، خطبه 173. بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن. انسان گاهی اشتباه میکنه، حالا انسانهای ابتدایی و تازه کار که احتمال اشتباهشون بیشتره، آدمهای قدیمی و مجرب هم مواردی اشتباه میکنن راه درست رو. بایستی مراقبت کرد که انسان در شناخت راه درست اشتباه نکنه. این اول، بصیرت به این معناست در غبارآلودگی فتنه ها بتوانه راه رو پیدا کنه و بفهمه راه درست چیست. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی استقامت در این راه، زاویه نگرفتن، زاویه پیدا نکردن با این صراط مستقیم و پای فشردن بر این حرکت در این صراط مستقیم. این هم معنی صبر. صبر رو بد معنا نکنن، صبر رو جور دیگری، البته غالبا یا دشمنان یا کسانی که آگاهی درستی ندارن صبر رو بد معنا میکنه. صبر یعنی این، یعنی انسان استقامت بورزه، پافشاری کنه، ایستادگی کنه، راه رو ادامه بده، متوقف نشه. این معنای صبری است که در مقابله با دشمنان به کار میره. خب اگر این دو خصوصیت وجود داشته باشد دشمن غالب نمیشه. یکی از راههایی که این دو خصوصیت رو بتوان حفظ کرد در جامعه عبارت است از تواصی، همون که در سوره والعصر هست، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. مردم یکدیگر رو تواصی کنن. این زنجیره تواصی، توصیه کردن یکدیگر، هم توصیه به حق کنن، راه حق رو تأکید کنن، هم توصیه به صبر بکنن، این همه رو نگه میداره. اگر چنانچه تواصیه به صبر و تواصیه به حق در بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد. اما اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیره محافظت مؤمنانه، اگر این زنجیره قطع بشه، این جریان تواصی اگر قطع بشه، قطعا خسارت خواهد رسید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه این تواصی نباشه خسارت تحقق پیدا خواهد کرد. خب دشمن همین عامل مهم رو هدف قرار میده. دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا جنگ، یک جنگ های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره. اما جنگ نرم مشکلتر علاج میشود و خطرناکتره به یک معنا از جنگ سخت، خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن حقایق عالم رو راحت به عکس به دروغ وارونه نشان بدن. اما این که
تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان. این چیز خطرناکیست. کاری کنن که مؤمنین به یک دیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یک دیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک. این موجب میشه که انسان‌ها احساس تنهایی کنن، احساس نومیدی کنند و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه. جرأت اقدام از دست بره وقتی تواصی نبود، این اتفاقات میفته. و طبعا وقتی اینجور شد، امیدها کم شد و جرأتها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدف های عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه. که این افسران جنگ نرم ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستن. جوانها نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاریست که جوانهای ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستن بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتی است برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید. این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه‌ای به صبر، برای توصیه‌ای به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه‌ای به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینا. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یک دیگر است. کار دومشونم که گفتیم وارونه نمایی حقیقته، دروغگویی در باب حقیقت. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه. چون با خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت رو 180 درجه وارونه نشان میدن. حالا مثلا فرض بفرمایید که الان 6 ساله که همدست عرب آمریکا داره مردم یمن رو با مردم مظلوم یمن رو در خانهشون، در خیابانشون، در بیمارستانشون، در مدرسهشون داره بمباران میکنه، اونها رو محاصره اقتصادی کرده، از رسیدن غذا مانع میشه، از رسیدن دارو مانع میشه، از رسیدن نفت به اونها مانع میشه. 6 ساله که این اتفاق افتاده و این البته با چراغ سبز خود دولت آمریکا اتفاق افتاد. اون وقت هم دولت دموکرات بر سر کار بود، چراغ سبز دادن و این دولت قسی القلب و سنگ دل و ظالم عرب متاسفانه با مردم یمن داره اینجور رفتار میکنه. خب این واقعیت قضیه است. حالا یمنی ها که مردم البته خیلی با استعدادی هم. بسیار با استعدادن مردم یمن. اینا توانستن با استفاده از برخی از پدیده ها برای خودشون وسایل دفاعی به وجود بیارن یا تهیه کنن یا خودشون بسازن و به این بمباران های 6 ساله جواب بدن. به مجرد اینکه از طرف یمنی های کاری انجام میگیره، فریاد تبلیغات اینا بلند میشه که آقا حمله شد، آقا ترور شد، آقا بنان شد. همه شون میگن، سازمان ملل هم میگه که واقعا زشتی کار سازمان ملل در این زمینه از کار آمریکا بدتره. آمریکا خب یه دولت مستکبر ظالمه، سازمان ملل چرا؟
اون رو به خاطر 6 سال بمباران محکوم نمی کنن، این رو به خاطر اینکه در مواقعی دفاعی از خودش کرده و این دفاع کارگر شده، این رو ملامت می کنن و همه روش می ریزن و حمله می کنن. این یه نمونه از دروغگویی و اینها. یا آمریکا بزرگترین زرادخانه اتمی دنیا در آمریکاست، بزرگترین زرادخانه اتمی، حالا شاید هزارها، من نمیدونم، بمب اتم اینا در انبارهاشون دارن و این رو به کار هم بردن. یعنی تنها دولتی که بمب اتم رو تا حالا به کار برده دولت آمریکاست. 220 نفر رو در 1 ساعت در 1 روز قتل عام کرده آمریکا. اینو اینجوری کردن، اون وقت فریاد میزنن که ما ضد توسعه سلاح‌های اتمی هستیم. یعنی اینجوریست دیگه. مدعیان که ما مخالف سلاح کشتار جمعی هستیم. دروغ میگن. بدترین و خطرناکترین سلاح کشتار جمعی دست اوناست، اون رو به کار هم بردن، استفاده هم کردن. در این حال میگن ما مخالف سلاح‌های کشتار جمعی هستیم. از مجرمی که مخالف خودشو با اره تکه تکه میکنه، دیگه همه دنیا فهمیدن. سعودی‌ها یه مخالف رو با یه شکلی گیر انداختن و با اره تیکه تیکش کردن. آمریکا از او حمایت میکنه و بعد میگه که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی این وارونه نمایی حقیقت تا این حد با این شکل. داعش رو آمریکا خودش ایجاد کرد. این رو دیگه خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، اینو ما نمیگیم. هم اونی که ایجاد کرده بود گفت، هم اونی که رقیب او بود در مقام حمله به او گفت. همشون گفتن، اعتراف کردن که داعش رو آمریکا ایجاد کرده. خودشون ایجاد میکنن، اون وقت به بهانه وجود داعش در عراق، در سوریه پایگاه نظامی درست میکنن که ما میخوایم با داعش مخالفت کنیم و امکانات رسانه‌ای مدرن در اختیار داعش میگذارن، پول در اختیارش میگذارن، اجازه میدن که نفت سوریه رو ببرن، از بین ببرن و بفروشن و از فروش استفاده کنن. در این حال میگن ما داریم با داعش مبارزه میکنیم. این کارهایی است که اینها میکنن، این خلاف واقع نمایی. از حضور ایران در منطقه با بغض و کینه یاد میکنن که چرا ایران در منطقه حضور داره، یعنی در سوریه، در عراق، در بعضی جاها چرا حضور داره ایران، در حالی که حضور ما حضور نظامی نیست. حضور اونجایی که نظامیای ما هم بودن حضور مستشاری بوده، یه جایی هم که اصلا نظامیا حضور ندارن، حضور سیاسی صرفا. این رو با کینه و با به عنوان یک مشکل بزرگ که موجب بی‌ثباتی است چشه میگن، در حالی که اینجا منطقه ماست. هر جا هم ما وارد شدیم برای دفاع از دولت قانونی اونجا وارد شدیم، چه در عراق چه در سوریه. دفاع از دولت قانونی هدف ما بوده و با رضایت و خواست خود اون دولت ها وارد شدیم. این رو اینجوری بزرگ میکنن در حالی که خودشون ظالمانه بدون اجازه وارد سوریه میشن، یه منطقه رو اشغال میکنن، پایگاه نظامی درست میکنن، یا در عراق چندین پایگاه نظامی درست میکنن. این وارون نمایی حقیقت جزء کارهای اینهاست. در همه زمینه‌ها اینجوری است که البته حتما بایستی آمریکایی‌ها عراق رو تخلیه کنن که خاص خود عراقی هاست، قانون اونهاست. سوریه رو حتما بایستی زودتر تخلیه کنن، هرچه زودتر. بنابراین این کار اونهاست. ما باید بدانیم با این بار سنگین امانتی که انقلاب اسلامی بر دوش ما، بر دوش ملت ایران گذاشته و راه سعادتی که در جلو اونها باز کرده، ما وظایفی داریم. از جمله این وظایف همین تواصی به حق و به صبر است و شناخت دشمن است و ایستادگی در مقابل دشمنه و تسلیم نشدن در مقابل دشمنه
و اعتماد نکردن به این دشمن قداره. این عرض امروز ما. در آخر فقط یک جمله درباره مسائل این همگیری بیماری عرض بکنم. مجددن سال به پایان رسید و تلاش و مجاهدت مجموعه درمانی کشور در مقابل بلای کرونا یک سال و بیشتر از یک سال شد و لازمه هم بنده و هم آحاد مردم سپاس قلبی خودشون رو به این مجموعه ابراز کنن. اونها رو دعا میکنیم، از اونها متشکریم، اونها رو دعا میکنیم و سفارش میکنم که همه دفاع کنن. اینجا به من یادآوری کردن که من گفتم 220 نفر رو در ریت در ژاپن با بمب اتم نابود کردن، 220,000 نفر رو. بله، اگر 220 نفر من گفتم سبق لسان بوده، 220,000 نفر رو اینها در ژاپن در یک روز قتل عام کردن. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توجهاتش رو و رحمتش رو و فضلش رو شامل حال ملت کنه. برای عید مبعث عیدی مبارکی رو خدای متعال انشاءالله به ملت ایران و به همه مؤمنین عالم و به امت اسلامی عطا کنه و همه ما رو توفیق بده که بتوانیم به وظایفمون عمل کنیم و رضای حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و دعای بزرگوار رو شامل حال ما کنه و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهره شهدای بزرگوار رو انشاءالله از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.